در این برنامه از مناره کلان بخارا به شهر نگاه میکنه. بخارا، شهری در جنوب غربی ازبکستان امروز، شهری که در شعرها و افسانه‌ها نامش رو شنیدیم، شهری از دیروز با آغوشی باز برای امروز. سالهای سال میشه که این شهر به خاطر سیاست درهاش رو بروی دنیا بسته بوده و هیچ کس به جز چند تاریخدان و سیاستمدار این شهر رو ندیدن. ولی این روزها از دولتی سر نیاز اقتصادی و بهای فرهنگ، درهای بخارا بروی جهانگردها باز شده و همونجوری که میبینید با برگزاری جشنواره‌های مختلف که از بهار تا آخر پاییز طول میکشه، اروپایی‌ها و خاوردوری‌ها و اکنون ما میتونیم داخل این شهر رو ببینیم و زیر های هوی زرق و برق جدیدش تاریخ گمشده خودمون رو در بخارا پیدا کنیم. سری برنامه‌های بخارا رو با هنرمند معروف ازبک آغاز می‌کنیم، دلنازه آرتیکاوا، که با آهنگ سرنای لزگی می‌رقصد. در یکی از دیدنی‌های بخارا هستیم، به اینجا میگن پای کلان، چون همه چی اینجا کلانه، مسجد کلان و مناره کلان در کنار مدرسه میرعرب، جایی که هنوز در آن طلبه‌ها درس می‌خونن، قرآن یاد می‌گیرن و امامان فارغ التحصیل میشن، یعنی مدرسه‌ای که هنوز کار می‌کنه. این مناره نزدیک به 900 ساله که اینجا ایستاده، زلزله ها آمده، لشکرها آمدن، شهر خراب شده، ولی این پابرجا مونده و اختلاف سنیش هم با مسجد بغلش در حدود 400 سال 500 ساله. این مناره رو استابقا ساخته، استابقا زمان حکومت ارسلان قرخانیان. قرخانیان حکومتی بودن که بعد از سامانیان اینجا رو فتح میکنن، از نژاد ترک و ترک زبانانی بودن که مسلمان شده بودند و میان به بخارا. بخارا میشه یکی از مراکزشون. این مناره نزدیک به 47 متره که بسیار بلنده، یعنی در زمان خودش و هنوز هم بلندترین نقطه بخارا هستش. همش از آجر ساخته شده، آجر هم در بنا و هم برای زیبایی درش به کار رفته. این برج نه تنها
برای خواندن اذان، بلکه برای دیدبانی استفاده میشه و حتی مثل نور هفت دریا ولی هفت زمین بوده. جالب زمانی که این مناره رو میخواد بسازه که عجایب زمان خودش بوده، به اندازه 10 متر داخل زمین میکنن و آجرها و بنا و پی که میریزه با تخم مرغ و شیر شتر میگن بوده و مقدار زیادی کاه و بعد اولین پایه رو میریزه. بعد میگن میره 2 سال نمیاد بیخبر، بر میگن میگن چی شد؟ میگه که میخواستم مطمئن شم که پایه این مناره یا برج مستحکم شده. بعد آجرها رو میچینن و به تدریج میره و اینجا ساخته میشه و به حدی عشق میورزیده به این برج که میگفته این برج حتی از رویاهای منم بلندتر است. زمانی که چنگیز خان به شهر حمله میکنه، همه چیز خراب میکنه، میرسه به این برج یا به این مناره. میگن وقتی نگاه کرده انقدر این بلند بوده که کلاش میفته زمین و فهم میکنه این نشانه برای اینکه به این دست نزنه و به این دست نمیزنه. و این بود داستان این مناره. اوستاش هم کمی دورتر دفن شده. علتش هم اینه که میگه اگه این برج قرار خراب بشه بهتر روی من خراب بشه. و در کنارش هم مسجدی رو ساختن که هنوز توش اذان میگن ولی مردم میتونن راحت برن و بیان دیدن کنن ازش و حتی حجاب در اون اجباری نیست. قبل از مناره راجع به این مدرسه بگم یا حوزه علمیه که در اینجا 2 گنبد دارن کنار در ورودیشون، یکیشون مسجد و دیگری به قول مردم اینجا درسخانه است. در مورد این مدرسه موضوع فرق میکنه، یکیش مسجد و دیگری مقبره میر عرب هستش که شیخ زمانه بود. این مدرسه به نامشه، در اونجا دفن میشه و پادشاه زمان عبیدالله هم اونجا دفن شده زیر پاش به خاطر احترامی که نسبت بهش داشت. برای رفتن به مناره و از داخل مسجد رفت، کلیددارش اونجاست از بالا پشت بونشون. ببینید چقدر جالبه. تمام سقف اینجا زمینش گنبدها از این خشت ها درست شده یا آجرها، بهشکن خشت آبی چون با آب قاطی میشه، همه مربع و باریک. توی مینیاتور هم دیدین تمام اینجا با این ساخته شده، اینا تمام صحنه این مسجد. البته این مسجد الان شده یک جای تاریخی و قسمت فقط نمازخونه داره، واسه همین به خاطر اینکه کردنش یک مکان تاریخی مردم میتونن آزادانه برن اون تو. Başında genç ömeri kaşında Feray Romal başında genç ömeri kaşında İşlem Behruz hastış که از کارشناسان تاریخ این کشور و راهنما و مشاور ما برای تمام اطلاعاتی که من به شما میدم. با تشکر از ایشون. خب حالا میرم از اونجا از میتونیم سو گلد باشنن دگرمانن داشنن سو گلد باشنن دگرمانن داشنن اکه گینه غیلانسن اکه گینه غیلانسن ای گز گینه یاشنن گز گینه یاشنن. تمام این دیوارا همون آجر صیقلی و تنهای درخت 900 سال پیش بریده شدن و اینجا گذاشته شدن، هنوز پابرجا. و اینا فزده پرنده ها اومدن اینجا کیف کردن برای خودشون. و این
انقدر دست خورده رفتم بالا و راخ شده صدها سال و سقفش رو نگاه کنید چقدر کنگره‌ای و جالب مدل تاق آهنگی هست تقریبا یعنی تاقایی که ادامه داره به این اسم خطاب میکنن بالای هر پله یه دونه تاقی داریم به این شکل دونه دونه درست بالای هر پله موازیش رفته و این هم دریچه‌ای که میشه بیرون رو دید چقدر قشنگه رسیدیم بالا اینجا بام بخاراست به این چقدر کار کردن روش حتی اینا سیما زن یادگاریش هم روش نوشتن بینم بخاراست از این بالا مسجدی که این زیره حتی من خود ترس ارتفاع دارم ولی اشکال ندارم آقا اینجا هم ببینیم و این و یه بالای این مدرسه رو میشه دید و نگاه کنیم به خورشید در این بخش از برنامه ویژه بخارا از بی بی سی با نوای موسیقی مردم فرغانه یا فرغانه آشنا بشیم که در شرق ازبکستان هستش این سرزمین زمانی جزو سقد باستان بوده و بارها نامش رو در اشعار و ادبیاتمون شنیدیم مردمش پیش از مسلمان شدن اکثرا مانوی بودند مانویان پیرو مانی پیغمبر از ظلم و ستم سلسله ساسانیان فرار کرده به سوی چین می‌رفتن که در اینجا سکنا می‌گزینند این مردم روش ویژه‌ای در خواندن دارن که اینجا می‌تونیم بشنویم که مختص مردم فرغان است آهنگی رو شنیدی به زبان ترکی و ازبکی به روش مردم فرغانه که در جشنواره ترانه شرق سمرقند تابستان گذشته اجرا شد جشنواره که ما اصلا به خاطر اون به ازبکستان و سمرقند آمدیم و سپس به دیدن بخارا اینجا قلب قدیمی بخاراست که وایسادیم اخیراً حفاری کردن کاوش کردن و نقشه دو چیز خیلی مهم رو اینجا پیدا کردن یکی حمام عمومی یکم کاروانسرا و اتاق‌هاش چرا کاروانسرا و حمام اینجاست و اون تاقی که اونجا می‌بینی به اینها میگن تاق که بر سر چهارراه‌ها زمان حکومت شیبانیان عبدالله خان دوم دستور میده که سر چهارراه‌های مهم شهر تاقی بزنن اینا تاق بازارها بوده داستان این مجموعه که مسجدی هم کنارش هست که روزی آتشکده بوده این است که سر این چهارراه‌ها که اون از مرو به سمرقند اونجا مردم که می اومدن مسافران با کاروانسرا از چین از ایران حتی از روم ممکن بوده بیان می اومدن می رفتن کاروانسرا
بعد از کاروانسرا میرفتن حمام، چون مدت زیادی در سفر بودن، بعد میرفتن مسجد دعای میکردن، نمازی میخوندن و بعد نیاز داشتن دیگه شروع کنن به تجارت. میرفتن به طاق صرافان که شبیه همین بوده، صرافان نشسته بودن، بیشتر هم از کلیمیان شهر یا یهودیان بودن و هندی ها که پول رد و بدل میکردن، حتی وام میدادن به کسایی که اعتباری داشتن و امتیازی اونها هم بهشون اطمینان میکردن. بعد دیگه میگشتن تو شهر در تاق‌های مختلف، تاق تلپک فروشان که کلاه فروشان لباس می‌فروختن، در تاق دیگری ظرف فروشان بودن. 6 تاق مختلف بوده که اگر مسافران جاده به جاده، چهارراه به چهارراه می‌رفتن، تمام نیازهاشون برطرف می‌شده. اینجا که از شهرهای اصلی راه ابریشم بود که از چین می‌رفته به روم یا به اروپای اون زمان مردم این سرزمین‌ها می‌اومدن. الان اکثرا از آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسرائیل و شاید به زودی ایرانیان و افغان‌ها و تاجیک‌ها هم که میان اینجا. من سن قلبی مگزله میشم، باشکا سن سمم میشم و حیانت اتمم میشم، اما سن اورایملا اوینمسن، اگر اولسا دا دویمالسن، من اینن بیوک یلدوشم سن. من سنی قلبیمه گیزلمیشم، باشکا سنه سممیشم و حیانت اتممیشم، اما سن اورایملا اوینمسن، اگر اولسا دا دویمالسن، من اینن بیوک یلدوشم سن. جالبترین نکته که در کل ازبکستان و به خصوص بخارا متوجه شدم، آزادی مردم در اماکن مذهبی بود. اون دورتر میبینین طلبه ها در رفت آمدند و اینجا بچه ها نشستند و خوشند. کامران، سور معرفی میکنم، کامران سور عزیز خان داره اپرا میخونه، 17 سالش، ایشون گیتار کلاسیک میزنه. عزیز خانم از ایرانی های اینجا هستش. شما چی میخونید؟ از استراد و خلاق. اما ایشون هم آواز پاپ میخونه اینجا روز. بینید چی کار میکنن در اینجا؟ شو دوه ایا فسیو دومو یا نی یا نی یا نی نیکمو منی رادنی 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 انا یرچ اگنی 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 نیجا سیتید по ночам по ночам среди старих алей 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 гуляю думаю о ней о ней о ней и когда ты придешь ко мне я тебя не отдам никому не дам новое утро новый рассвет новый день тебе рядом нет новые мысли новый мотив пишу о тебе дыхай никотин друзья позвали к себе отдыхать все равно ничего терять Что б я ни делал на первой списке, списке моих мыслей. На небе облака и яркая луна, и яркая луна. На небе облака и яркая луна, и яркая луна. А я все думаю о ней, о ней, о ней. Никому не родней, родней, родней. Она ярче огней. Огни, огни, нежно светит по ночам, по ночам. Среди старых аллей, 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 гуляю, думаю о ней, о ней, о ней. И когда придешь ко мне, я тебя не отдам, никому не дам. اینجا عروسک بازی. به به چه خبر است؟ اینجا مرکز عروسک های بخاراست. صاحبش هم اینجا، به آقای زاکر معروف به زازا. خیلی خوشبخت داشت شما میبینم، از عروسک سازان اینجا هستن. کار خیمه شبازی به قول ما، شما چی میگیم بهش به این کار؟ لختک میگن، درسته؟ و زایچم میگن؟ زایچم میگم، لختک میگن، ماریونت. ماریونت به دیگر هم میگن. و خیلی اینجا جالبه، چقدر تعداد زیادیه، چقدر هم قیافه هاشون خوشکه، بعضی خیلی زشت و ترسناک هستش. اینا برای بچه هاست بیشتر؟ برای بچه هاست، برای بزرگسالان نیست؟ هم برای همه هست. یک سرگرمی قدیمیه؟ همه خیر. چجا؟ چجا هم خیر.
این علی بابا هست، این مرجینه هست، این ملکه هست مثل پرنسس، این نصرالدین خواجه، این مولا نصرالدین، مولا نصرالدین است، مولا نصرالدین است، این جادوگر است. جادوگر خیلی هم خوشگل، موهاش قشنگ است. خیلی. این آلبرت اینشتین است. و دیگه کیا هستن اون که معلومه؟ درویش. این درویش است. درویشه، کشکولشه، این چوب دستشه، چوب دسته، اون کدو، کدوی آب، آب، کدوی آب است. و بو. اینجا موسیقی چای بخاری. موسیقی چا. همه نوازنده ها. دو کار نوازنده ها، دو کار نایچی، سرنای، دایره، نغارچی. نغارچی. خیلی هست. این اسم این گروه چیه؟ اسم گروه اوزبک بیتلز. بیتل های بسیار. و این گوش هم؟ اینجا جعفر است. لامپای علایدین. آها، مال داستان علایدین. علایدین. یک افسونگری بوده. افسونگری بوده. ها. اینا هم؟ اینجا کچل پلوان و خانومش بیچه خانوم هست. آها، بیچه خانوم. بیچه خانوم. و پایین هم پدر مادرش. پایین یک پدر مادر. آها، بزرگ، بزرگ است، مدارس. پشت پرده چیست؟ پشت پرده. این مهمه. اینجا امیر بخارا هست. واه واه. که اتفاق ما دیدیم، رفتیم به ارگ، ارگ بخارا، به شهرکش. شهرکش. بله، خیلی هم توپول بوده. خانوماش، دختراش. کیا هستن وقت به این کیا اینجا باعث اینجا... دخترانشون رو؟ این دختراش. این پشت هم. این وزیر. آها، ستاره شناس. آها، این مثل آلبرت اینشتین. آها، اونا چه بوده؟ اونا خودشون وسط. این خودی امیر است. این دوتا سربازان است. این جنرال است. این جنراله. اون که ریش نداره کیه؟ شبیه هنردیش است. ریش ندارش، اینا پسرش. آها، پسرش. امیر، پسر امیر. و اون خانم خوشگله اون پشت؟ دختراش. دخترانش. اینجا ولی یه داستان دیگه است، این ور اتاق. اینجا علی بابای چلدوز است. آها، چلدوز بغداد. بغداد، چلدوز بغداد، این دوزها. خیلی مخوفن. اینجا مرجینه است. خانومی علی بابا. آها، علی بابا هست. اسمش مرجینه است. مرجانه ها. مرجانه. اینجا ابو حسن است. کی بوده؟ اینم مال داستان چلدوز بغداد. چلدوزا دوزی کلام. آها، دوزی کلام است اینجا. اینی که ریش نداره که باز با اون ابرو و گوشش؟ مثل پرنس چارلز است. شاهزاده چارلز انگلیس؟ هم خیلی. آها، مهمان هایی که میان میگن شاید پرنس چارلز. هم خیلی میگن، هم خیلی میگن. اینا که این زیر؟ اینجا اوزبکی، اینا زمرد و قیمت است. قیمت است. زمرد و قیمت، خب؟ این خوب است، مثل پدرش. این مثل مادر است، بدجنس است. ای وای. این یک بیبی مهربان است. آها. با این یاردم میکند. آها، یه داستانی داره یک خودش. داستان. این هم یک گهواره است. یک گهواره است. گهواره است که تکون میدم برای بچه. برای بچه. خیلی زیباست. و شما اینا رو خودتون میسازید؟ سه تا خانواده تخت میسازیم. سه تا خانواده. سه تا خانواده هستی. استاد من هستم، شاگردا هستن. و چند نفر این در؟ 17 نفر. 17 نفر. 17 نفر. و میبینم که یکی از شاگردان شما هم اینجا داره کار میکنه، درسته؟ بله، صدای سنباده هم اینجور میامد. پالیش میکنه. آها، درسته. اینا من میبینم که پاپیمشی. بله، کاغذه. کاغذه. خمیره کاغذ. خمیره کاغذ. خمیره کاغذه که شما یه قالبی دارین؟ قالب داریم. بسیار بسیار قالب داریم. میشه ببینم قالبه؟ آها، اینجا قالبه. این قالبه چه خیلی میکنیم؟ اول از پلاستلین. آها، یعنی گچ. این گچ هم، گچ خالب میگرین، چربش میکنین که نچسب به کاغذ رو، نچسب به کاغذ، خمیرش رو فشار میدین، هم خیلی میتونیم باید تنه کاغذ این آه بشین اینش این تو رفت قشنگ هم گیر میکنه بینیم خیلی بعد رنگ رو میزنین اون قیافه ها میشه که نمونه های مختلفش از 0 تا 100 هم اونجا آویزون کردی اینجا هست، اینجا هم هست میبینین دستاشون هم دستاش در اینجا دستشون از جنس گچه؟ نه، این پخته. پخته، آه پنبه است، آها نرمه، راست میگی. من روش گچ زدی؟ نه. رنگ زدی؟ رنگ زدم. آها، با سمی راحت روش راه رفتیم. آه خیلی. دیگه به ترسیم بشکنه. چون پیچه ریخته بودی سمی. بسیار. یه چیز هم رو دیوار هست، ما خود شما به من بگیم.
یکی این عکس هاست. این عکس هایی؟ یا اینا کیا مهمانو. هستن؟ اینا مهمان از یا آها اینا توریست هستن که شبیه خودشون رو این اینجا پیدا کردن. خانم ها اون طرفش مرد ها. البته من شباهت ایشون رو نمیبینم. قزاقستان روسیه هیچ اشکال نداره. لپا ایشون شبیه ایشون هم واقعا زیاد شبیه ایشون شبیه ایشون هم میتونم بگم شبیه نه رای میدین؟ از هر در این هم شبیه خودشونه آه این درسته اسپان اسپان این هم درسته ایمان کجا بوده؟ آلمان از آلمان اینا تقریباً درسته برزیل دو فرنگستانی آه فرنگ برزیل این راستی که اسپین اسپین خیلی واقعا قیافهاشون شبیه بودن پس چیز مهم این عکسه که ما توی یک مهمانی در باغ دیدیم این روش اجراش که بسیار جالبه چون ما معمولا خیمه شبازی جعبه میخوان جا میخوان حتی مدل انگلیسیش که حتما یه دونه چارچوب و پرده میخواد این ابداع کردن که به خودشون وصل میکنن یه حلقه است خیلی است بعد عروسک ها کجا میشه؟ عروسک ها در دستش این خیلی دو پنجه این چوب این هم چوب این خیلی حاضر اجرا میکنیم اجرا میکنیم آماده هستین؟ بفرمایید تمام شد. هم خیلی است.